های گیز چطورین بچه ها؟ من ایلیا هستم از چنل یوتیوب آرت که امروز میخوایم یک لیوان رو طراحی کنیم که الان عکس لیوان این بالا میاد که میخوایم اونو طراحی کنیم و همتون هستم با این طراحی. اگر میخوایم بدونی هایپرال چی شد اون لبه، اون هنوزم کار میکنم چون که واقعا وقت ویدیو زیاد میشد و تغییرات زیادی نمیکرد. من به خدا الان دارم حدود نیم ساعت یه ساعت کار میکنم با هایپرال، ولی مثلا حتی یک ذره کار میشه و یک ذره تغییر میکنه و نشان کسی میدیم مثلا میگه چه تغییری کرده، ولی با اینکه یه ساعت وقت گذاشتم روش گفتن دیگه وقت ویدیو ممکنه زیاد بشه و محسن سر بره، گفتم بیا یه طراحی کار کنیم. خیلی وقت هم نه دیگه، گفتم طراحی کار کنیم، طراحی واقعی از رو عکس نه. همین دیگه، بریم قبلی که بریم سراغ این ویدیو، البته همین نگفتم بریم سراغ ویدیو، حتما کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر وقت ویدیوی میذارم برای شما نوتیفیکیشنش بیاد. خب بریم سراغ این طراحی و ویدیو. خب دوستان، آمدیم توی دوربین. شاید الان بگی الان چه فرقی کرد با ویدیو قبلی، اینجا هیچ فرق نکرده، فقط اولش من آمدم چی خودم توش حرف زدم و ویدیو از خودم گرفتم، این فرق داشت که گفتم یکم خسته نشید از خستگی دره و یکم طراحی کار کنیم، آموزشم بدم، حرفم بزنم، اما دیگه از ویدیوهای بدون صدا و مثلا زیاد یاد نگیریم اینا در بیاریم. خب و الان ما میخواییم این طراحی لیوانه رو کار بکنیم که الان عکسش این بالا میاد و همین دیگه، میخواییم این رو با هم دیگه کار کنیم. بریم سراغ این طراحی. اول از همه برای طراحیمون ارتفاعشو میکشیم. ارتفاعشو بکشیم یعنی چه؟ یعنی که ارتفاعشو بکشیم. سوسماس کلمن یرسم. خب به نظر من این ارتفاع براش کافیه. بعدی که ارتفاع رو کشیدیم عرضشو میکشیم. عرضشو اینجوری قشنگ، اینجوری عرضشو قشنگ میکشیم و حالا عرض پایینشو میکشیم. عرض پایینش نسبت به عرض بالاییش یکم کوچیک‌تر نسبت برخی اکثر لیوان‌ها، ولی بعضی لیوان‌ها اینجوری نیستن. خب این نسبت به این لیوانی که من الان دارم میبینم، میبینیم عرضش یکم بزرگ شد، عرض پایینش کوچیکش میکنیم با پاکون. ببینی پاکون زیاد استفاده نکنید، تاکید میکنم پاکون زیاد استفاده نکنید. خب اینم از این. میبینیم یکم عرض بالاییش پر رنگ شد. با پاکون خمیری اگر ندارید عرض بالاییش رو دیگه کم رنگ تر بکشید و همین دیگه، عرض بالاییش رو که کم رنگ تر کردیم و بریم سراغ بخش اصلی نقاشی. خب میبینیم از اینجا که آمده، اینجا نقاشی که آمده یکم از اینجا رفته ایورتر، درسته؟ این نقاشی که از بالا این عکسشو گذاشتم، نقاشی یکم رفته بالاتر همینجا که میبینید الان، این از اینجا درست تقریبا آمده اینجا، زیاد هم اونجا نیست، آمده اینجا آره. خب ما میگیم به اینجوری وصل میکنیم به این، چون که اول لاشه خودش طبق نقاشی باید این کارو بکنیم، این کارو به هر دو طرف دقیقا انجام میدیم تا هیچ فرقی به این دو طرف نباشه. ممکن الان یکم فرق بینش باشه ولی ترمیمش میکنیم. از پاکون گفتم استفاده نکنید اگر میخواید ترمیم کنید، یا اگر استفاده کردید به اندازه نیازتون استفاده کنید و زیادم استفاده کردن اشتباس از پاکون و کارتون رو خراب میکنم. خب حالا شاید توی ویدیوی بعد بهتون گفتم چرا از پاکون استفاده نکنید، بعضی از چیزهای خودم رو بدون نشان میدم چرا از پاکون استفاده نکنید. خب اینو الان اینجوری همین کار رو با ایورش میکنیم، اینجوری. حالا میبینیم اینجا یکم صافتره، اینجا تا اینجا صافه، ما میبینیم تا اینجا صاف میکنیم، تا کجا صافه؟ تا اینجا صافه.
همینطور که میبینیم تا اینجا صافه، اینجوری کم خمیده میشه و اینجوری میشه، درست؟ همینطور که توی این عکس و من الان دارم زنده این لیوان رو کار میکنم و فکر نکنید روی عکس دارم کار میکنم، من این لیوان جلوی منه و دارم روش کار میکنم. و حالا میاییم چی کار میکنیم؟ اون بخش توی لیوان رو میکشیم. خب اول از اینجاش کار میکنیم، اینجا یک کم اومده بالا، از اینجا اینجا هم بهش وصلش میکنیم دقیقا مثل خودش. اگر شما میخواید کار کنید با هر چیزی میشه کار کنید، فقط یک چیزو در نظر داشته باشید: اول ارتفاع، دوم عرض. عرضایی که میکشید با چند تا عرض مثلا برید جاهای مختلف لیوان یا هر چیزی که دارید میکشین بکشین بعد کار کنید، بدون این ممکنه یکم کارتون سخت بشه یا نتونید این کار رو انجام بدید. حالا میریم چیز پایینش رو میکشیم. خب مثل بالایی از این طرف هم بهش وصلش میکنیم. ببینید با حوصله این کار انجام میدیم، مثلا نیارید عجله عجله یه خط اینجور بکشید و همینجوری بگید تمام شد و من کارش کردم و خوب شد. نه، با حوصله با انگیزه کار کنید. مثلا شما نمیتونید یه روزه توی یک روز نقاش بشید. من خودم الان تقریبا حدود یه سال من دارم کار میکنم، تازه شده این. ببینید یکم الان مشکلم داره و من هنوز خیلی مانده، اما من دیگه زیاد طراحی کار نمیکنم و فقط برای ویدیوها ممکنه طراحی کار کنم و بعضی وقتا هم اگه حوصله داشته باشم طراحی رو کار میکنم. بیشتر الان هایپر رئال آمده که میدارم کار میکنم، بیشتر هایپر رئاله. خب اینم از این که داریم میبینید، ممکنه الان نگاه کنید اینجا یکم بد شده، درسته؟ الان ببینید الان پاکن استفاده میکنیم، برای جاهایی که واقعا نمیشه درستش کرد پاکن استفاده میکنیم. پاکنم درست استفاده میکنیم، نه همه جا بزنید یا خرابش کارتون. خب حالا مثلا اونایی که الان میدونم اونایی که نقاشن و بلدن یه چیز سرشون میشه از نقاشی میدونن چرا نباید از پاکن استفاده کنیم، درسته؟ اونایی که میدونن چرا نباید از پاکن استفاده کنیم حتما توی کامنت ها بگن که من بشناسم کیا نقاشن کیا نقاش نیستن. البته همه تون که دارید نقاشی من دنبال میکنید حتما تون مطمئنم یه علاقه به نقاشی دارید که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، حتما یه علاقه دارید، مگر نه همینجوری یکی نمیاد علاقه ویدیو من رو نگاه بکنه. شما هم یه علاقه دارید که آمدین روی ویدیو من کلیک کردید و دارید الان نگاش میکنید. از اینجا میاییم دستش رو کار میکنیم، دستش تقریبا اینجوریه. خب میتونید روی دستش مثلا خط کشی اینا اینجوری انجام بدید، مثلا اینجا اینجوری شده، اینجا هم اینجوری شده، اینجا هم اینجوری شده. خب میتونید خط کشی انجام بدید دقیق تر در بیاد. حالا من خط کشی رو زیاد انجام ندادم ولی اینجوری میتونید مثلا بیان خط کشی بکنید، ولی این کاری بعدی داره، یه بعدی که داره مثلا اینجوری یک کم خمیده میشه. ما میدونید چه میگن نگاه کنید چه شد، ممکنه یکم خمیده بشه و کارتون یکم بد کنه ولی درست میشه بدون پاکن. بدون پاکن درست میشه و میتونید ترمیمش کنید و اون اضافه هاشو بگیرید با پاکن، البته اون اضافه هاشو بگیرید نه کلشو. خب ببینید الان اینجوری شد، میایم اینجای دستش هم کار میکنیم، اینجای دستش و بعدم به سوی پایین میرویم. خب اینم از این. میبینید که این لیوان تقریبا تمام شده، تمام نشده. ببینید تا وقتی که مطمئن نشدین این کاری که داره انجام می تمام نشده، اون خطا رو پاک نکنین، اون خطا به در میخورن. ببینیم یکم از اینجا بد شده، ببینید پاکون استفاده نمی کنیم. اگه یکم بد شده بود ببینیم چیکار میکنیم، یکم بالاترش میکشیم همجین نه بگید الان بد شد،
هیچ راهی نیست باید پاکن استفاده کنم. نه همیشه یک راهی هست باید خودتون پیداش کنم. میبینیم یکم اضافه داره. میایم از پاکن استفاده میکنیم. پاکن اتودی شما میتونید از پاکن معمولی استفاده کنید. حتما نه مثلا پاکن اتودی بخرید. لازم نیست. پاکن هر پاکنی میتونید شما استفاده کنید. حالا من چون که قلمو و اینا هم دارم. الان یه ویدیو میگن چقدر قلمو دارم و اینا. دیگه برای این کارو گرفتم. دیگه گفتم دارم چرا استفاده نکنم. همین دیگه. و اینم از لیوان. ببینیم دیگه کجاش ماند. تقریبا تمام شده. ببینید یه بخش خیلی اینجور رفته تو اون اونجا هم داره. میبینید اگر دقت بکنید اینجا یه بخشی داره که میتونید اونم کار بکنید. ولی حواست باشه کمرنگ بکشینش. کارو اصلا نباید خراب کنید. ببینید یه کم کمرنگ کشه باشه که معلوم باشه. مثلا اون اینجوریه. اینم از این. خب دیگه ببینیم کجاها مانده. نه فکر نمی کنم جایی مانده باشه. فقط اون چیزایی که روی لیوان هست لوگو اینه که داره اونا رو الان توی این ویدیو دیگه کار نمی کنم. شاید توی ویدیو بعدی بهتون نشان دادم که چجوری اونا رو کار کنیم. امیدوارم نهایت لذت و انه دیگه. فعلا خداحافظی اینجا نمی کنیم. میان توی دوربین دوباره از خودم ویدیو میگم و اونجا خداحافظی رو میگم. خب دوستان این طراحی هم تمام شد. امیدوارم حسین سر نرفته باشه که به نظر من سر نرفته. اگر هم سر رفته توی کامنت ها بگید. اینم از اون نقاشی که شد. میبینید دقیقا. آره خب عکسش هم باید گفتم بالا گذاشته بودم. امیدوارم نهایت ببینید یه چیز نکته‌ای که بگم و بگم بهتون. اگر واقعا میخواید نقاشی رو کار کنید، واقعا علاقه دارید و بگید نه من نمیتونم، من توانش ندارم، اونایی که میتونن توانی استعدادی داشتن از مادرزادی، نه هر ببینید هر کسی اگر هر کسی بگم اگر هنرشو داشته باشه، تلاش بکنه براش، میتونه یک نقاش حرفه‌ای باشه. اما فکر میکنی نقاشی بقیه نقاشیشو نقاش شدن، یکی مثل شما بودن که ما هم مثل اوناییم، اونا هم آدمن، ما هم آدمیزادیم، همه از یک نوعیم، ولی اونا تلاش کردن، ما هم تلاش میکنیم تا مثل اون نقاش حرفه‌ای بشیم. و اینو بگم که هرگز از تلاش دست بر ندارید. همیشه اگر شکست خورید دوباره تلاش کنید. هیچ وقت ناامید نشید. تا ویدیو بعدی بدرود.